درود، درود به همه عزیزای دل، خیلی خوش اومدید. با شما هستیم، با هومن پیکتو پیکو. درود دوستان عزیز، خوش اومدید. هومی کوچیلی هستم در کنار مهدی، پسر ایرانی. چاوردهی برای ما هومی کوچیلی. آقا هومن، ما خواستیم از این داستانا در بیاییم و سیستم بحث این یکی دو هفته ظلم و این داستانا رو بذاریم کنار، که یه خبر خیلی تازه و خیلی بولد و یه چیز خیلی عجیب در اومده. بعد از اون فواشی بود که حمید خراسانی به ایران کرد. هم دو سه روز پیش اومد گفتش که شیعیان بد هستن، ما خوب هستیم. میخواست در صورتی که از یک مهاجر دفاع کنه، ولی خود اون مهاجر شیعه بود. بعد کلی فوش و اینا هم داده بود که دیگه حالا ما تکرار نمیکنیم. بله، باعث ناراحتی خیلی از مردم افغانستان حتی شده بود. بله، به خامنه ای فوش داده بود، فوشای خیلی بد. ایران میاد پیگیری میکنه. چجوری؟ دولت ایران پیگیری میکنه با دولت طالبان. خب و ذبیح الله مجاهد میاد یه ویدیو منتشر میکنه که حمید خراسانی هیچ کار است. گفتم من تو اون ویدیو، آره، گفت هیچ کاره، افغانستانه، نمیدونم فلانه، اله بله، این برا خودش مغزش رد داد و من دارم خلاصه میکنم. ولی یکی از بچه‌ها حرف قشنگی زد، گفت اگه هیچ کار است یا مثلا حرفای اشتباه میزنه، چرا هر بار اجازه داره هی بیاد اینا رو بگه؟ خب همون یا دیگه. یا دورش چرا هی یه سری محافظا هست اگه هیچ کار است؟ خب مثلا یکی دو سال پیش سر یه موضوعاتی اومده بود، دوباره چرت و پرت گفته بود، انداخته بودن این زندان. شما پیشم گفته بود. خب همون سر کتککاری تو منطقه 11 گفته بود. آره، خلاصه دولت ایران دولت طالبان رو میگه آقا اینو جمع کن. دولت طالبان هم میاد میگه آقا ما جمعش کردیم. و اصلا چرتوپر میگه فکر کنی آدم مریض این حرف رو زده. بعد دوباره حمید خراسانی میاد فحاشی میکنه به طالبان. جدی؟ آره دیگه، ویدیوش اومده، قرار با هم دیگه ببینیم و بشنویم و ببینیم به چه صورتی هست. اصلا همه چی پیش در پیچ شده و خطرناک. ها؟ چرا هی فوش میده به اینا؟ همون کسی نمونده فوش نداده باشه بهش دیگه، به همه فوش دادی رو. دقیقا دیگه، حالا باید ببینیم، پیگیری کنیم، ببینیم داستان از چه قراره. بریم هم دیگه این تیک ویدیو رو ببینیم، بعد در موردش صحبت میکنیم و دمتون گرم. شبکه خبررسانی افغانستان اینترنشنال مدعی شده است که عبدالحمید خراسانی در پاسخ به سخنگوی طالبان گفته است که نظام قبیله‌ای شما بدتر از حکومت غنی است. عبدالحمید خراسانی فرمانده تاجیک تبار طالبان در پاسخ به سخنان ذبیح الله مجاهد این میگه فرمانده طالبان. طالبان مثل ما مثلا چجوری شاخه های مختلف داریم؟ اونا هم شاخه ها مختلف دارن. فرمانده تاجیک هاشونه خراسانی، فرمانده مثلا پشتون ها دارن، قوم ها مختلف هست دیگه. مطمئنی؟ آره، الان خودش میگه، میگه فرمانده شاخه تاجیک طالبان. تو همین ویدیو الان گفتش. ببینیم. فرمانده تاجیک تبار طالبان در پاسخ به سخنان ذبیح الله مجاهد این گروه را حکومت قبیله‌ای بدتر از حکومت غنی خوانده است. سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ایران او را خانه به دوش خوانده بود و گفته بود که مقامی در اداره طالبان ندارد. آقا چه قشنگ نوشته، فتنه گر میان افغان ها و ایران ها. روزنامه ایران زده همشاری. آره، بعد تو اون ویدیو هم که گرفتیم، خب انگار ته ویدیو میاد میگه ایرانی ها همه مثلا بیشرفن و این داستان ها. بعد مثلا میگه دختران خودشون رو چه میکنن، به دخترانشون چه میکنن، به خواهرشون چه میکنن، که ما اونجا رو دیگه سر موضوع اینترنت هی قطع میشد، نشد ببینیم. من واقعا وضعیت خرابه، نشد ببینیم. بعد بچهایی میگفتن ادامه شو ببین که خیلی بده، خیلی بیمغزه. واقعا همینه، میخواد مردم ایران و افغانستان رو به جون هم بندازه. کاری به چیزا نداریم اون بالا، ما بعضی اصلا مردم پول میگیرن که این کارو بکنن. خیلی پول میگیرن تفرقه ایجاد کنن، دعوا بندازن. چه وحشت. آقای خراسانی گفته شده در پیامی که به افغانستان اینترنشنال فرستاده، سخنان آقای مجاهد را بی‌معنی خوانده و گفته که علاقمند مقام و منصب حکومتی و منتظر فرمان. این میگه همه بدن من خوبم، به خدا سادش داره به همه میگه شما بدین من خوبم. بد ایران بده، مجاهد بده، طالبان بده، تو خوبی. جالبیش اینه، خب همه ادیان و همه چیز هم باز میگه بده. بیا ببین من چی میگم، اون خوبه. وقتی مثلا دیگه به شیعه بود دیگه، وقتی به شیعه میاد توهین میکنه، خب شیعه مسلمانه، پیامبر رو قبول داره. بله. کتاب هم به مسیحیه چی میگه؟ همون دیگه.
نیست. او با اشاره به سخنان مجاهد و انتقاد تند از حکومت طالبان گفته است که اگر می دانستیم که این نظام قبیله‌ای شما بدتر از نظام فاشیستی غنی به سوی قوم‌گرایی و انحصار قدرت روان است، مسیر ما جای دیگر می بود و در برابر ظلم و تعصب به جهاد خود ادامه می دادیم. آقای خراسانی افسوده امروز ما فریبی را به نام اسلام و شریعت خوردیم. به دیگران توصیه می کنیم که به سیاست ابلیس گرایانه و همچنین این نظام قبیله‌ای فریب نخورن. آنها ابلیس گرایانه داره به طالبان میگه؟ به ایران و طالبان. آخه قبیلهش بعدش اومد منظور طالبانه. باشه خب قبلش هم خب به ایران این همه فوش و بعد اونا که آره اونا ویدیوشو ساختیم. این ویدیو جدید راجب طالبان آره. داره میگه میگه ابلیس گرایانه چی گفت بذار یه پس سال بذار آره و همچنین خوردیم. به دیگران توصیه میکنیم که به سیاست ابلیس گرایانه و همچنین این نظام قبیله‌ای فریب نخورند. آنها فرزندان همان نادر قدارند که در حق دیگران خیانت و خباثت و جنایت میکنند و در ایران داره میگه. نادر کیه؟ نادرشاه میگه که حمله میکنه. نادرشاه افشار دیگه کلی مرزای ایران رو وسیع میکنه. آره. میگن از غرب تا شرق ما داشتیم. آره نادرشاه بود. وای وای وای. بعد میگه چرا مثل نادرشاه مثل نادر میکنه سرتون میاره چیکار کرده؟ میگه ایرانی ها خب. گفته بود ابلیس مانند و اینا. آه. میگه فرزندان نادر هستن. همون کارا رو خب تو چش خیلی از کشورها نادر بد بوده دیگه. خب. چون حمله کرده به کشورشون مرزاشون رو گرفته. میگه اینا فرزندان همون نادر هستن، ابلیس هستن، اینجوری قبیله نابودی اقوام دیگر هستن. این فرمانده تاجیک تبار طالبان مدعی شده است که اعضای طالبان صدها و هزارها نفر از اقوام دیگر را محکمه صحرایی کردن و میکنن. اسلام برای آنها یک ابزار است و از حاجی همه رو داره میزنه. همه رو گفت. قرقاتی میزنه. همه رو گفت. میگه میبرن سر این یه جاهای میکشن و قایم میکنن و فلا میکنن و هل البته خب بوده ممکنه دروغ نگه ولی الان تو این شرایط داری تو این چیزیه که همه میدونه. آره بوده نمیگم دروغ. این چیزیه که همه میدونه. زبان سرخ میداد سر سبز برباد. آره زبان سرخ میداد سر سبز دو قرمه سبزی میاد برباد. بعد قوطی کرده داره همه رو میگه. آره. به خدا سرشو میکنن زیر آب. نگاه کن یه بلایی سرش میاد. نام شریعت استفاده میکنن برای فریب دیگران. عبدالحمید خراسانی افسوده است که من افتخار میکنم که این منافقین از من بیزاری اعلان کردن و ای بسا جای افتخار است برای من که در خیانت ها و جنایات این ظالمان شریک نیستم. حمید خراسانی که آقا به نظرت این اصلا دنبال چیه؟ مثلا خودتو بذار جای این، یه هدفی داری، یه سودی داری، از یه کار بالاخره دنبال یک چیزی هستی وقتی این ویدیوها رو میسازی. من حالا یه درصد تو ذهن خودم میگفتم شاید این حرفای یه عده‌ای از طالبان باشه. بله. ولی امروز اومدن گفتن نه آقا این برای خودش. دیگه من اینه که شاید کلاً مغزش رد داده. آها. یه دلیل این میتونه باشه که حالا یعنی سودی بهش نمیرسه، نابود داره میشه. از یه دلیل دیگه اینه که 100% از یک جایی آب میخورد که بیاید این حرفا و این کارا رو بکنه. احتمال زیاد همینه. نمیشه که تو مثلا تو جرات داری مثلا بیای به دولتت فلان کنی ال کنی بعد یه آدمی که خیلی بالا هستی. آره. مثلا من یه آدمی هم که کسی منو نمیشناسه. چند پارسال بود تو این بازم صحبت کرده بود و اینا تو ایران اینترنشنال هم بردن صحبت کرد. نه افغانستان اینترنشنال بود. حمید خراسانی. آره آره بردنش اونجا صحبت کرد. اینم جالب بود بهت بگم. شاید ندیده باشیش. میگم یا دستای پشت پرده است به غیر از این گزینه دیگه نمیتونه باشه. حالا نمیدونم شاید بچه‌ها بهتر بدونن یا اینکه دیگه بنده خدا رد داد. که خود را فرمانده واحد بدری طالبان میخوان در 22 ثور گفته بود که او و محافظانش تصمیم گرفتن که تجهیزات نظامی خود را تحویل دهند و از صفوف این گروه خارج شوند. یعنی الان عضو طالبان نیست اصلا. نه دیگه. همه رو تحویل داده. آره. خب بابا ما توی یه سری ویدیو میدیدیم تجهیزات هم روشون. خب همون دیگه تو اونجا آر پی چی تو اونجا یه داستانایی که پیدا کنی بالا مالا باشی شاید دیگه عضو اونجا نباشی. آه. ولی داری. چون از قبل این داستانا داره و چقدر این همه رو با هم میگه چه داستانهایی پیش میاد. قیمه ها رو ریختی تو ماستا. از یه طرف میاد هم شیعیان ایران هم افغانستان
چون فکر کنم دیروز هم تو دشت برچی انفجار شده و شیعیان باز کشته شدن. انتحاری بوده؟ فکر کنم انتحاری بوده. و اون داستان قبلش که مثلا گفته شیعیان اینجوریه، خب آدمی که داستاندار باشه اینو میچسبونه به اون دیگه. الان میگه من هیچ کاری طالبانم. خب ولی تو ویدیو قبلی گفت من همه شیعیانو باید بکشی، باید بمیرم. هیچ فرقی نداره. وقتی میگه کفارن دقیقاً همینه دیگه. آره دیگه، الان هم گفت دیگه، گفت باید همون راه جهاد رو ادامه بدی. یعنی فقط اونا رو بکشی، فقط بمیرن. این قضیه دشت برچی هم در اومده. همین امروز بوده فکر کنم، امروز صبح. چند نفر کشته شدن؟ فکر کنم 2-3 نفر کشته شدن. ای بابا. خب و این داستان ها میگن دیگه، الان دولتی چیز باشه اینو میچسبونه به اون، یا مثلا باید الان فکر کنم تا شب دو تا ویدیو دیگه بده خراسان. آره اینجوریه همیشه. آره دیگه آجی، ما این ویدیو رو به پایان میرسونیم بچه‌ها. حالا دیگه پیش اومد، اگر نظری دارین راجع به آقای خراسانی درسته غلطه نمیدونم، دوست دارم نظر شما، چون ما دو تا دیدگاهیم. آره. اندازه خودمون فقط میتونیم. دو تا چند تو ویدیو قبلی همه کامنت ها بیش از 95% همه میگفتن آقا این کیه، این چیه، این بیمغزه، این فلانه. خودش وقتی میاد به همه ما توهین میکنه، خب ما نمیتونیم. یه 5% چیز بودن که مثلا کامنت منفی میذاشتن، نه اتفاقا داره راست میگه. خب همون طرفدارای خودشن دیگه، طرفدار خودشو داره، نمیگیم نداره. هر که تو الان بشین جلو دوربین فوش بده، یه سری هستن دوست داشته باشه همیشه اینجوری. آقا مرسی که تا اینجا بودین، خیلی چکریم، تا ویدیو بعد. بای بای. خدافظ.